از یه دیتا ستی که قبلا داشتیم دیتا ست رو میخوایم لود کنیم، ببینیم چجوری دیتا ست ها رو داخل مطلب تو لود کنیم. دیتا ست داخل مطلب با فرمت .m شناخته میشن. اگه شما من داخل فولدر کنسل گذاشتم اواریان دیتا ست، ببینید میتونید این دیتا ست رو ببینید. خب اگه من دیتا ست رو لود کنم، حاوی دو تا متغیره، یکی اواریان اینپوتس، اواریان تارگتس. اواریان اینپوتس همون ورودی هایی که ما میخواییم ازش استفاده کنیم و سرطان رو شناسایی کنیم. خب ما رفتیم حدود 216 تا آزمایش افراد مختلف رو جمع‌آوری کردیم. این آزمایش حدود 100 تا پارامتر داخلش بوده توسط یک فرد، حالا دکتر یا زیست‌شناس یا بیولوژی یا پتولوژی. این اومده این دیت به صورت یه دیتاهای عددی برای ما استخراج شد. این 100 تا مقداری که شما در ستون اول می‌بینید همون دیتاهایی بوده که ما دست مثلا میتونه سن فرد باشه، میتونه مقدار فشار خونش باشه، میتونه مقدار قند خونش باشه، مقدار چربی خونش باشه. پارامترهایی که خود کارشناس اومده اینا رو تنظیم کرده، ما کاری نداریم. ولی بعد برمیگرده به واسه کارشناسی پزشکیش که ما نمی‌خوایم وارد بشیم. و این قسمت داره به نام تارگت. متناظر با هر ستون اومده دو تا مقدار قرار داده. ما اینجا می‌خوایم یه کار پترن ریکگنیشن انجام بدیم. خب می‌خوایم کلاسیفیکیشن انجام بدیم. بگیم من برمی‌دارم اینجا جلوی لود می‌نویسم. خب دیتاهای من لود شدن، من سیو می‌کنم. خب تو مرحله بعد من می‌بایستی بیام اون تعداد دیتاهایی که مال شخص سالم بودن یه مقدارش رو بردارم برای آموزش، یه مقدارش رو بذارم برای تست، همینطور برای شخص بیمار. خب میریم نگاه میکنیم ببینیم چند تا مرتبط با شخص مریض بودن اعمال بشن. تارگت ترین من هم همینطور، تارگت ترین بیمار، تارگت ترین سالم. همین رو برای تست هم داریم. اینپوت بشه احتمال آورفیتینگتون تو تئوری گفتیم خیلی بیشتره. برای توجه کنید که همیشه دنبال خیلی نزدیک به صفر نمیخواد، هم مقدارم خیلی مقدار خوبی. خب خروجی دادیم، ایدرگو گرفتیم از شبکه. بریم ایدرگو ببینیم این ایدرگ چی داده. آره ایدرگم حاضر خوبی داده بهمون. اگه نگاه کنید دقیقاً بهمون 1 و 0 نداده ولی نزدیکی بهش. کانفیوژن، حالا من این اول پلاتشو میگیرم بعد خودشو میگم. پلات کانفیوژن دستورش هست داخل مطلب. ازتون باید بهش تارگت تست رو بدین، اینو بدید و خروجی شبکتون که ایدرگ توه. به شما یه ماتریس میده اجرا بگیرید. اگه میبینید دو تا خروجی میده، یکی خود ماتریس کانفیوژن رو بهتون میده و یکی هم مقدار خطا رو میده، یعنی چند درصد از دیتاهاتون، چند یعنی پرفورمنس کلی شما میشه 1 منهای سی سی چه 94 و 3 درصد.